از مرای از 8 سال به این سو مواد مخدر استعمال می کند. اعتیاد به مواد مخدر سبب شده که عزیزترین فرد زندگی او یعنی همسرش به دنبال جدایی از وی باشد. او میگوید 3 ماه شده که به خانه نرفته زیرا همسرش او را با این وضع نمی پذیرد. برای به خانه پدر خوبی تا تضمینی نگیری مواد یا مواد مخدر یا می. خسته شدم بالاخره 8 سال میشه می خودت تیر میکنن دیگه خودت تیر نمیکنن. به ما گفت حاضرم قرض میکنم ما پدر خو قرض میکنم برادر خو قرض میکنم مثلا یا پدر شما یا برادر شما میبره شما هر جایی که میریم هر کاری که میکنیم بالاخره می عمل تر کنیم پس میام سر خونه زندگی. از زندگی مشترک ازمره 12 سال میگذرد و ثمره این ازدواج 2 فرزند است. اما او به دلیل اعتیاد شب و روز خود را به دور از خانواده در اینجا در کنار سایر معتادان سپری میکند. ازمره هرچند 3 بار مواد مخدر را ترک کرده اما به گفته خودش چالش ها و طعنه نزدیکان او را دوباره به استعمال مواد واداشته است. به خونه میرفتم مثلا برادر میگه بکشیدی مدر میگه بکشیدیم من نکشیدیم دیدم مثلا کمک رنگ آدم تغییر میکنه مثلا چند وقت رنگ پریشونی مشکلات در افغانستان زیاده اگه کار باشه اگه جای مصیبت کار روزگار باشه چرا ما بزی عمل آغش شیم همه بیکاری میشه همه فقر بیچارگی میشه. در اینجا معتادان دیگری هم هستند که اعتیاد کام شیرین زندگی خانوادگیشان را تلخ ساخته و در برخی موارد زندگی های مشترک از هم پاشیدند. او غبرفت یک دیوم هم که امروز سوای به خاطر همی ایتیاد به همی یار 10 روز 15 روز میشه که من به پیش خیلی آدم هایی که مثلا نمیگم چوکی نشینن آدم هایی که به دست راس هم که میتونم کار بکنم که من به پیش از اینا رفتم که مثلا کار بکنیم که من زندگیم ازم نپاشه. برخی معتادان که اعتیاد عامل جدایی آنان از همسرانشان شده میگویند امیدشان را برای برگشت به زندگی عادی از دست دادند. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.